گاهی وقتها ارزش بعضی چیزها به خودی خود مشخص نمیشه، مثل قلم که بدون کاغذ نوشتن ازش ساخته نیست، مثل فکر کردن که با کلمه شروع میشه، مثل حقیقت که برای متولد شدن به نور محتاجه. در واقع هیچ چیز بدون نور دیده نمیشه و همه چیز برای دیده شدن به نور نیاز داره. اما حتی نور هم همون اندازه که روشنگره، همون اندازه میتونه ذهن رو فریب بده. فقط کافیه پرتو درخشانش تو زاویه اشتباهی به یک جسم بتابه تا با سایه‌ای که میسازه ما رو محکوم کنه به اشتباه دیدن و اشتباه فکر کردن. نوری که خودش جسم نداره اما به همه چیز موجودیت میده. قصه ما آدم ها هم دقیقا همینطوره. ما با قصه هامون هویت پیدا میکنیم و بدون گذشته‌ای که توش داستانی رو تجربه کردیم فقط و فقط یک جسم هستیم، یک جسم خالی از هر معنایی. و اینه که داستان ها مهم هستن و قصه شنیدن همیشه جذابه، به خصوص اگر این داستان سرگذشت واقعی از یک آدم واقعی باشه. آدم واقعی که اگر تو روشنایی ملاقاتش کنیم ممکنه حرفاشو باور نکنیم، قضاوتش کنیم، دوستش نداشته باشیم و یا حتی بهش دل بسته بشیم. اما وقتی همین آدم‌ها رو تو سایه نور ببینیم همه چیز تغییر میکنه. جایی که نور از شخصیت‌های واقعی حضانت میکنه و نمیگذاره چهرهشون مخدوش بشه، اونجاست که ما شاهد قصه هایی هستیم که نمیدونیم کی، کی و یا چجوری تجربهش کرده. داستان‌هایی که قهرمان نداره، فقط راوی داره. روایت‌های واقعی از قصه من، قصه شما، اصلا کی میدونه؟ شاید قصه همون آدمی که بازیگر این نمایش. چه اهمیتی داره؟ وقتی تو ضد نور قصه گوی رو میبینیم فقط مهمه که چه داستانی رو میشنویم، چون قهرمان واقعی اونیه که خوب گوش میده و نمیذاره حتی نور فریبش بده. برای این بچه ها کم گذاشتم. غلط کرد اینجوری با شما صحبت کرد. شما یه نفری با این همه کار بازم بی مادر شد. ممنون، آخه خونه قوقایی، خبر نداری. چه بگم بیار این چش دست درم آقا دست شما در نکنید میشه جان چش سلام روی خانم. سلام از ماست. دیر کردی. ببخشید گرفتار شدم. به خدا خیره انشالله. خواهش میکنم بفرمایید. دست شما دارم. خواهش میکنم. چیزی شده؟ نه 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 چیزی نیست. بفرمایید. ممنون، دستتون درد نکنه. بشم همشه درسته. ممنون. بشین چای بخور. نه با اجازتون من برم خونه، خیلی کار دارم. این همه راه اومدی بشین چای بخور. کیک که دستپخت خودته، چایی هم از سروسن آوردم. ممنون، آخه خونه قوقایی، خبر ندارید. آقا رضا ببخشید، کیک هم دارین؟ چشم میارم براتون. داریم، خوشمزه‌ش هم داریم. همین الان رسیدیم. بشین.
بگم چی شده. چی بگم والا آقا رضا، بچه ها شیرین هن ولی وقتی بزرگ میشن مشکلاتشون هم مثل خودشون بزرگ میشه. موندم سرگردون نمیتونم چی کار کنم. بعضی وقتا فکر میکنم شما بی خودی قصه میخوری که پسرت کنارت نیست. اینجوری وقتی بهش فکر میکنی دلت براش قنج میره. معلوم نیست اگه کنارت بود چجوری باهات تا میکرد. اصلا فرصت اینو داشتی که دلت براش پر بکشه یا نه؟ بازم امیر درد سر درست کرده. چی بگم والا؟ هماره هم نه که اینطور. ای بابا نگران شدم. روی خانم امیر با من رفیقه، حرفامو میخونه. اگه مشکلی هست بگید باش حرف میزنم، شاید بتونم کمک کنم. حقیقتش نمیخوام براتون درد سر بشه، مزاحمتون میشم. اون حرفا چه مزاحمتی؟ بذار از کیکی که خودت پختی برات بیارم ببینم اصلا خودت میخوری یا نه. بچه ها باز دست گل به آب دادن. بس دست گل که نه، حقیقتش بر مریم خواستگار اومده. مبارک. خب این که خیره، عزا نداره که روی خانم. بله عزا نداره ولی خب امیر مخالفه. حرف حسابش چیه؟ حرف حسابش اینه که نمیخوام خواهرم شوهر کنه. فکر کرده مرد خون از خاصه یه حرفی زده باشه. این چه حالی آخه رویا خانم؟ خواستگار اومده، گریه نداره که. آخه رسمی بهش گفتم امیر جان پسرم این خونه بزرگتر داره، بذار خواستگارا بیان ببینیم چی میگن. زل زده تو چشای من میگه مگه تو مادر مایی که بخوای برامون بزرگتری کنی؟ شما بگو آقا رضا، شما بگو. من بر این بچه ها کم گذاشتم؟ آره اگه مادر خودشون بود براشون چی کار میکرد که من نکردم؟ نه شما بگید. نه والله هیچی کم نذاشتی، هیچی کم نذاشتی. آقا رضا خدمت شما، دستتون درد نکنه. قابل نداره نمیش. بله خدا بده برکت. سلامت. خودتو اذیت نکن یا خانم، بچه هست. چند سالش مگه این پسر؟ یه حرفی زده دیگه، همه اهل محل میدونن. شما چه خونه داری خوردی برای این چهار تا بچه؟ مادری کردی براشون بدون اینکه هیچ فرقی بینشون بذاری؟ فرق؟ نه خورزا، فرق گذاشتم بین بچه خودم اون سه تا، فرق گذاشتم. از دهن بچه خودم کندم گذاشتم تو دهن اینا. مدام به خودم میگفتم رویا نکنه بین بچه خودی تو این سه تا فرق بذاری. بفرما. اینم شد مستثنا. استغفر الله. حق داری والا، امان از دست این بچه. آقا رضا تو رو هر کی قبول دارید قسمتون میدم، شما منو میشناسید. سال هاست تو این محل دارم زندگی میکنم، برای کافه شما شیرینی و کیک میپزم. شما بگید من برای بچه ها کم گذاشتم،
کاری بوده باید میکردم و انجام ندادم. نه شما بگید نه روی خود. همه میدونن شما چجوری وایسادی، تنهایی کار کردی، زحمت کشیدی، نذاشتی هیچ کدوم از این بچه ها از درس و مدرسهش بزنه. چای تو بخور. روی خانم یه چیزی بپرسم ناراحت نمیشی؟ نه خواهش میکنم بفرم. پشیمون نیستی؟ پشیمونه چی؟ از اینکه عمر و جوانیتو گذاشتی پای این بچه ها. آقا رضا عجب حرفونی میزنید و شاید بچه ها بعضی وقتا منو اذیت کنن، ازشون ناراحت بشم، ولی این چه ربطی به پشیمونی؟ نه پشیمون نیستم. چه میدونم الله، گفتم شاید اگر برگردی عقب به خودت بگی آخه چرا باید زن مردی بشم که سه تا بچه داره. حسین مرد خوبی بود، خدا رحمتش کن. خدا بیامرزدش. همون اولین بار که دیدمش متوجه شدم مرد زندگی. وقتی بهم گفت از من خوشش اومده، بلافاصله بعدش گفت رویا خانم برات اذیت میشم. گفتم چرا؟ گفت سرم که مرده، سه تا بچه دارم، بزرگش امسال میره کلاس اول و کوچیکه تازه 2 سالشه. بهش گفتم هر سه تاشون قدمشون رو چشم این بچه نداشته خودم براشون مادری میکنم. شما بگو خلص من تو الان براشون کم گذاشتم، شما بگی. نه والا الحق و الانصاف مادری کردی، دمت گرم، دمت خیلی گرم. همه اهل محل شاهدن شما تو خونه خیاطی کردی، برای رستورانا ترشی بردی، کیک پختی دادی به رستورانا، هر کاری که تونستی کردی. امیرم اینو میدونه، مطمئن باش الان خودش هم پشیمونه، از سر غرورش یه چیزی گفته برونده برای خودش. بفرما. نگفتم. سلام. سلام. اینجای مامان؟ دیدی گفتم اینجاست؟ مامان غلط کردم من. مامان؟ جالبه، شما که فرمودید من مامانتون نیستم. مامان الهی قربونت برم، غلط کرد اینجوری با شما صحبت کرد. آخه تو مامان ما نباشی، ما تو کل این دنیا کیو داریم ها؟ عصبانی بوده، از رو بچگی حرفی زده دیگه، اصلا همش تقصیر منه که نزدم تو دهنش. بگنم اگه ما یادمون رفته که شما چه کارهایی برای ما کردی، چه زحمتهایی برای ما کشیدی. یادت میاد 7 سالم بود، کلاس اول بودم، بار همه خونه رو دوشم بود، به جای عروسک برادر 2 سالم بغل میکردم. خوب یادمه اومدی تو خونمون برام مادری کردی، موهامو بافتی، برام عروسک دوختی، الفبا یادم دادی، یادم دادی بنویسم بخونم، هر روز تو بردی مدرسه، ظهرم قبل همه اونجا بودی که تو دلم خالی نشه. از همون لحظه اول که دیدمت مهرت به دلم افتاد،
این بچه نداشته خودم دوست داشتم. اون موقع یادم بعد چند وقت که فهمیدم بارداری دلم هوری ریخ. با خودم گفتم بازم بیمادر شدی، ولی تو از قبلم حواست بیشتر به همون جمع شد. یادته اون روز که گفتی اگه دختر بود اسمشو مریم انتخاب کنه، اگه پسر بود امیر؟ نمیدونی تا صبح از ذوق خوابم نبرد، فکر کردم که چقدر ما خوشبختیم وقتی که تو رو داریم. مهسا که به دنیا اومد تازه همه چی داشت خوب میشد که بابا فوت کرد. میدونم عمر خوشبختی ما به 4 ماه هم نکشید. اون شبا تا صبح من امیر رو تو اتاق بغل میکردم و به حرف آدمایی که میومدن برای تسلیت گفتم بهت گوش میدادم. بهت میگفتم بچه تو بردار برو خونه بابات. بچه بودم دیگه. اینا رو میشنیدم و تا صبح حال خودمون زار میزدم. میشه خودمون فکر میکردم که اگه میترسیدیم. مامان مامان نگاه میکن یه لحظه. مامان تو رو خدا نگاه میکن. مامان میترسیدیم بذاری بری پی زندگی ما بیمادر شیم. من به مریم میگفتم رفتن مامان از نبودن بابا خیلی بدتره. دلداری میداد، میگفت نه ترس مامان نمیره. ولی بعد با خودمون فکر میکردیم اگه مامان نمیخواد بره چرا جواب اینا رو نمیده؟ هر روز یک میومد دمه در خونه میگفت وسایلتو جمع کن برو خونه بابات. ولی نرفت مامان، موندی. سال بعد منم با مریم بردی مدرسه، با یه بچه تو بغلت و یه بچه تو خونه. موندی مامان، موندی. قربونت برم، موندی. من درس خوندم، مریم درس خوند، احمد برای خودش آقایی شد، مهسا قد کشید. مامان غلط. مامان یادته یه دو چرخه خریدی گفتی من هم خودم بازی کنم هم به احمد یاد بدم. یادته مثلا مریم یه عروسک دوختی باش بازی میکرد. مامان تو به احمد حرف زدن یاد دادی. مامان من غلط کردم. مامان تو اصلا اون کم نذاشتی. همه رو یادمه، خوبم یادمه، ولی انگار شما منو باور نکردید. نه مامان باور کردم، ولی مامان شما یه نفری با این همه کار. من اون موقع خیلی بچه بودم. تو همه این سالا هر وقت سر کار بودی، هر وقت داشتی ترشی درست میکردی، خیاطی میکردی، داشتی مربا میپختی، پیشمون نبودی مریم واسه مادری میکرد. آه امروز که گفتی واسه مریم خواستگار اومده خیلی ترسیدم. بعد همون شبی افتادم که به مریم گفتم نکنه مامان بره. مامان امروز ترسیدم مریم بره. به خدا من اصلا مامان غلط کردم. نترس چشم به هم بزنی خودت هم میایی پیشم میگی عاشق شدم میخوام برم. بعد نوبت احمد میشه، آخر سرم مهسا. باز تنها کسی که تو اون خونه تک و تنها میمونه منم. نه قربونت برم مامان، اینطوری نیست. چرا مریم جان چرا؟ همینطوریه، این رسم دنیاست. اتفاقا رسم خیلی خوبی هم هست. تو هم بچه دار میشی، نگاه میکنی دور شدن بچه ها تو میبینی. خیلی خوب بگذاری. حالا به من نگاه کن، به خواستگارو بگیم امشب بیا. آره من نوکرت هم مامان. به به مبارکه، مبارک باشه انشالله. بفرمایید دهنتون رو شیرین کنید. کیک های این کافه حرف نداره، چون دستپخته خانم خیلی خیلی باسلیقه است که به زودی هم قرار دختر خانم گلش رو عروس کنه. دم شما گرم. همون رضا مبارک باشه. شیرین کاف باشید. به
ممنون. دست شما درد نکنه. درست نمیدونم که متولد چه ماهی از سال هستی. اونطور که مادرت میگفت یا باید اسفند دنیا اومده باشی یا فروردین، فرقی نمیکنه. به هر حال این روزایی که همه جا حال و هوای بهاری داره، همه جا بوی بهار میده، من پیش خودم فکر میکنم تو یه جایی داری شمع تولد فوت میکنی. اصلا از وقتی قرار شد که تو مژده بهار باشی، منم دلم بیشتر برای بهار غنج میره. دیشب فکر میکردم چه دنیای عجیبیه. خب من پدر نداشتم، بچگیم پدر ندیدم. همیشه با خودم فکر میکردم حالا که من پدر نداشتم، اگه بعد خواب پدر شدم بهترین پدر دنیا باشم. میترسیدم نکنه پدری بلد نباشم. واسه همین همه جا تو کوچه خیابون به مردایی که با بچه هاشون بودن نگاه میکردم، دقت میکردم ببینم رفتار پدرانه چجوریه. میترسیدم من برای بچه‌م کم باشم، پدر خوبی نباشم. ولی وقتی تو دنیا اومدی اصلا من نبودم که برات پدری کنم. هیچ وقت هیچ کس منو بابا صدا نکرد. هیچ کدوم از اون نگاه کردن ها و دقت کردن ها و تمرین ها به کارم نیومد. شب یلدا که میشه همه اونایی که آجیل میخورن و تخمه میشکنن، براشون شب یلدا یعنی شب تولد آفتاب. اما واسه من تو این چهار دیواری، این گوشه که بدون تو و مادرت، شب یلدا طولانی ترین شب ساله. روز که از زندان آزاد شدم، رفتم محلمون، پیداتون نکردم. بعد رفتم خونه پدر بزرگت، اونم نبود اونجا. گفتن از اینجا رفتن. بعدش رفتم خونه عمو نصیر، یار گرما و گلستان پدر بزرگت، اونم خبری از شما نداشت. عهد کردم پیداتون کنم. میدونم یه روز پیداتون میکنم، پیدات میکنم میام پیشت. بعد اومدم این کافه رو وا کردم، اومدم اینجا دنبالتون، اما موندگار شدم. از وقتی این کافه رو باز کردم، هر بار که زنگ بالای این در صدا میده، من هول میشم، ذوق زده به در نگاه میکنم، یه حالی میشم، فکر میکنم که تو الان از در میای تو، میگی من بچه‌تم. واسه همین هر کی که از این در میاد تو برام عزیزه. هر وقت این در باز میشه میگم یا عزیزم الان از این در میاد تو، یا یکی میاد که خبر از عزیزم داره. میبینی؟ میبینی چجوری تنهایی باعث شده که همه دنیا برام یه جورای عزیز بشه؟ نمیدونم این خوبه یا بده.
ولی من امیدوارم که یه روز پیداتون کنم. حتما پیدات میکنم.